در ابتدا قرار بر این بود که عرضه این توکن ناتکوین در 20 آوریل یعنی اول اردیبهشت و همزمان با 4 هاوینگ بیت کوین انجام شود، اما تیم توسعه دهنده این توکن هفته گذشته اعلام کردند که عرضه این توکن به تاخیر افتاده است و به جای اعلام تاریخ دقیق عرضه آن به گفتن عبارت نامفهوم به زودی بسنده کردند. اما امروز بالاخره زمان عرضه این ناتکوین مشخص شد. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به ناتکوین رو از دست ندید. به کانال ارز دیجیتال خوش اومدید. حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو هم فراموش نشه. زمان عرضه این ناتکوین مشخص شد. دلیل وقفه چه بود؟ در کنفرانس بیچلونه شهر دبی یک سایت موفق شد با ساشا بنیانگذار اوپن نتورک در مورد علت به تأخیر افتادن عرضه توکن ناتکوین صحبت کند و تاریخ دقیقی راه اندازی ناتکوین در شبکه نتورک را به دست آورد. به گفته ساشا عرضه ناتکوین با 3 هفته زمان باقی مانده خیلی وسوسه کننده بود و این تاریخ زمانی تخمینی 4 رویداد هاوینگ بیت کوین هم بود. او گفت که هاوینگ رویداد بسیار مناسبی برای عرضه توکن ما بود و در نهایت به خودمان گفتیم چرا که نه و بر سر آن توافق کردیم. اما با نزدیک شدن به تاریخ 20 آوریل یعنی اردیبهشت، تیم توسعه به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن میلیون ها بازیکنی که هنوز به طور همزمان برای به دست آوردن این توکن ها تلاش میکنند، به زمان بیشتری برای تضمین عرضه بدون نقص این توکن نیاز دارند. ساشا صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: ما متوجه شدیم که مدیریت 35 میلیون بازیکنی که می‌خواهند به زنجیره بلاکچین متصل شوند و کار خود را انجام دهند، مأموریت بسیار سنگینی است. از سوی دیگر ما باید مطمئن می‌شدیم که با یک اشتباه همه چیز از دست نخواهد رفت. منظورم این است باید از کارکرد همزمان بلاکچین، زیرساخت شبکه، کیفول‌ها و هر بخش دیگری از پروژه مطمئن می‌شدیم. ما نمی‌توانستیم کاربران را محدود کنیم و به بعضی از آنها اجازه بدهیم که ماین کردن ادامه دهند، در حالی که بقیه باید تا زمانی که دوباره همه چیز درست کار کنند منتظر بمانند. همچنین تاریخ لیست شدن ناتکوین. ساشا در پاسخ به سوالاتی که در مورد زمان دقیق عرضه ناتکوین وجود دارد چنین توضیح داد: ما دریافتیم که تا قبل از عرضه رسمی برای راه اندازی هر چه بی‌دردسرتر توکن هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. از این دیدگاه پایان ماه آوریل هنوز تاریخ مناسبی برای عرضه است. البته راستش را بگویم من شخصا با کمی تأخیر بیشتر مشکلی ندارم. هر چه آمادگی بهتری داشته باشیم به نفع ماست. من فکر نمی‌کنم کسی بخواهد کارها را با عجله پیش ببرد. عرضه رسمی ناتکوین که در ابتدا برای پیام‌رسان تلگرام طراحی و ساخته شده بود، یکی از بزرگترین آزمون‌های اخیر شبکه اوپن نتورک خواهد بود. به گفته ساشا امکان تبدیل به ووچر قبل از عرضه رسمی که بازیکنان پرتلاش‌تر اجازه داد مقداری از ناتکوین خود را از طریق توکن‌های NFT توزیع شده دریافت کنند، اولین آزمون این شبکه بود، اما چیزی به آزمون اصلی باقی نمانده است. او در زمان عرضه گفت ما چیزهای زیادی از این آزمون یاد گرفتیم و حالا آماده برگزاری آزمون اصلی هستیم. همچنین بنیانگذار بازی ناتکوین درباره جذب بیش از 30 میلیون کاربر میگوید. ساشا یکی از خالقان بازی کریپتویی ناتکوین در مصاحبه اعلام کرد که ناتکوین قرار است به پلی بین کاربران تلگرام و ارزهای دیجیتال تبدیل شود. به گفته ساشا بنیانگذار اوپن، تیم سازنده بازی ناتکوین مشکل وارد کردن کاربران تلگرام بدون رمزارزها را از میان برداشته است. بازی کریپتویی ناتکوین در ژانویه 2024 با سطح 20 میلیون ثبت نام در عرض 26 روز پس از انتشار رکورد شکست. در مقایسه با یکی دیگر از بازی‌های محبوب مبتنی بر بلاکچین که 2 میلیون کاربر فعال ماهانه در زمان اوجش در سال 2022 داشت، ناتکوین نشان داد که میتواند میلیون‌ها کاربر را از طریق بازی به دنیای کریپتوکارنسی وارد کند. ساشا اخیراً در جریان مصاحبه‌ای در رویداد 2049 از داستان پشت توسعه بازی ناتکوین که در ماه مارس حدود 30 میلیون کاربر را با موفقیت جذب کرد پرده برداشت. این مدیر اجرایی گفت که هدف اصلی معرفی رمزارزها به کاربران برنامه پیام‌رسان تلگرام بود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو هم یادتون نره. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.